دوستان در این کلیپ ما میخوایم یکی از روش های معجزه آسای تقویت سپیکینگ یا صحبت کردن انگلیسی یا هر زبان دیگری رو به شما یاد بدیم که چگونه میتونید از گذر این روش موجز آسا رشد بی نظیر و عالی در سپیکینگ خودتون داشته باشید و اگر در حال یادگیری هر زبانی هستید با پیروی از این روش بتونید به اون چیزی که میخواهید بسیار سریع برسید بچه تکنیکی که ما خدمتتون میخواییم معرفی بکنیم اسمش تکنیک سایه است تکنیک سایه یا شدو میتونه به شما کمک بکنه که در بازه زمانی کمی به رشد بی نظیری در سپیکینگتون برسید و به اون چیزی که میخواید سریعتر دست پیدا بکنید بچه ها اگر توجه بکنید و حالا در ادامه که تمرین بکنیم با این روش آشنا بشید متوجه خواهید شد که این روش روش طبیعی یاد گرفتن زبان توسط یک کودک، یعنی چطوری؟ کودک چجوری زبان یاد میگیره؟ کودک یه چیزی رو بیان میکنه و اگر اشتباه گفته باشه پدر مادرش اصلاحش میکنن داداش بزرگش، آبجی بزرگش یا دوستانش اصلاحش میکنن مثلا چطور؟ مثلا فرض کنید یه کودک به بستنی میگه بدنی پدر مادرش میشنوند و به عنوان مربی میگن عزیزم نگو بدنی بگو بستنی یا اینکه خواهرش یا برادرش میشنوه که این بچه میگه دیبدمینی بعد بهش میگه عزیزم سیب زمینی درسته نه دیپ و این کودک بر اساس آن چیزی که میشنوه و تمرین میکنه سعی میکنه که درست بگه و سعی میکنه آن چیزی که شنیده رو سعی کنه اجرا بکنه پس تکنیک سایه در حقیقت روش اصولی و روش طبیعی و روش علمی یادگیری زبانه و در این روش به جای اینکه شما از بزرگترها از یک نیتیو به جای اینکه از یک معلم استفاده بکنید خودتون میشید معلم خودتون و در واقع فایل آموزشی شما که توسط یک نیتیو داره بیان میشه یا توسط یک استاد داره بیان میشه میشه فایل درس آموزشی شما و شما خودتون خودتون رو تحلیل میکنید میگید آقا آها استاد من چی گفت یا مربیم چی گفت یا این فرد نیتیو چی گفت حالا من چه باید بگویم دوستان فراموش نکنید دوباره این کلیپ اگر به انتها رسید دوباره برگردید از ابتدا این درس رو گوش بدید و حتما نکته ها رو یادداشت بکنید این خیلی مهمه چون این کلیپ رو چند بار بعد حتما گوش بدید حتما باید ببینید تا متوجه بشید دقیقا به چه صورت این روش رو باید اجرا بکنید روش اجرای تکنیک سایه دو حالت داره حالت اول از روش اجرای تکنیک سایه روش منقطعه حالت دوم روش پیوسته حالا در ادامه هر روش رو خدمتتون بیان میکنیم و توضیح خدمت شما همراه با مثال تقدیم میشه تا خوب بتونید اون رو یاد بگیرید بسیار خوب بپردازیم به روش اول از اجرای تکنیک سایه که حالت منقطع است فرض کنید که یک فایل صوتی دارید و آن چیزی که شما در اجرای تکنیک سایه نیازمندید یا اخبار یا فیلم یا یک فایل آموزشی حالا فارغ از اینکه شما انگلیسی دارید یاد میگیرید آلمانی ژاپنی چینی هر زبان دیگری که دارید یاد میگیرید فرق نمیکنه حالا ببینیم روش اجرای تکنیک سایه در حالت منقطع یا بریده بریده به چه صورته یک تکه کوچک حتی اگر شده یک لغت اگر شده یک عبارت اگر شده یک جمله که رفته رفته حجم جملاتی که میخوایم تمرین کنیم رو مقدارش رو بیشتر میکنیم مثلا اگر در ابتدای اجرای این روش یه لغت رو فقط تونستیم اجرا کنیم کم کم این رو افزایش می حالا من حالت منقطع در اجرای تکنیک سایه یا شادو رو برای شما اجرا میکنم تا شما متوجه بشید دقیقا چه باید بکنید شما فرض کنید همزمان الان دارید یک فایل صوتی از یک درس آموزشی رو گوش میدید آن چیزی که میشنویم رو مثلا به اندازه یک لغت به اندازه یک عبارت به اندازه یک جمله گوش میدیم و پاز میکنیم یعنی فایل صوتیمون رو نگه میداریم و سعی میکنیم آن چیزی که متوجه شدیم رو بیان بکنیم یعنی به چه صورت گوش بدید اوکی okay. متوقف میکنید و سعی میکنید آن چیزی که متوجه شدید رو بیان بکنید اوکی okay. to help you with your research متوقف میکنید و سعی میکنید آن چیزی که متوجه شدید رو بیان بکنید to help you with your research their opinions and attitudes their opinions and attitudes for example to review a piece of work for example to review a piece of work collective input collective inputs okay. first of all first of all i just wanted to give you some tips today on using focus groups i just want to give you some tips today on using focus groups حالا چرا میگیم روش منقطعه؟ دلیلش اینه که شما فایل صوتی که گوش میدید رو متوقف میکنید و سعی میکنید آن چیزی که متوجه شدید رو بیان بکنید حالا ممکنه فایلی که شما دارید کار میکنید پنج دقیقه باشه دو دقیقه باشه یه دقیقه باشه یا اصلا یه لغت باشه اشکالی نداره شما فایل رو گوش بدید تکرار بکنید ادامه بدید تا انتهای درس حالا نکته مهمی که باید بهش توجه بکنید شما ممکنه نیاز به دو تا دستگاه داشته باشید چرا چون باید صدای خودتون رو ضبط بکنید یعنی یک فایل صوتی باید ضبط بکنید که گوینده داره یه چیزی بیان میکنه و شما در ادامهش وقتی که اون فایل صوتی رو متوقف کردید خودتون بیان کردید پشتش و شما در انتها وقتی که این فایل صوتی رو گوش میدید و مقایسه میکنید نحوه گفتار خودتون با گفتار گوینده در ویس اصلی رو متوجه میشید که کجاها دارید اشتباه میگید کجاها دارید درست میگید مقایسه آن چیزی که شما گفتید با آن چیزی که گوینده اصلی میگه بسیار میتونه به شما کمک بکنه که هم قوای لیسنینگتون رو تقویت بکنید و هم معجزه ای در سپیکینگ شما و گفتارتون اتفاق بیفته فقط موضوعی که باید توجه بکنید باید این تمرین رو چند بار روی درس های مختلف روی فایل های صوتی مختلف انجام بدید رفته رفته سطح شما بالاتر میره و احساس میکنید این لغت ها خیلی دیگه سطحشون پایین تره پس میرید سمت عبارت عبارت یعنی چی؟ یعنی چند تا لغت کنار هم دیگه و وقتی این عبارت ها رو یاد گرفتید میرید سمت جمله و جمله ها رو به همین ترتیب بیان میکنید پس این شد روش اجرای حالت منقطع در تکنیک سایه یا شدو حالا بپردازیم به روش اجرای حالت پیوسته در تکنیک شدو ببینیم چطوری باید پیوسته شدو کنیم روش به این صورته که شما فایل صوتی رو دارید گوش میدید یعنی بهتر اینه که هدفون گوشتون باشه یا اینکه از دو تا دستگاه استفاده کنید مثلا از دو تا موبایل یا اینکه از دو تا اپلیکیشن رو گوشیتون که یکیش در حال پخش یک فایل صوتی دیگری در حال ضبط کردن صدای شما و صدای گوینده اصلیه Okay, to help you with your research, I just wanted to give you some tips today on using focus groups. These are groups, These are groups of people, people that to you get together to find out about, about their opinions, opinions and attitudes. For example, to review a piece of work or just basically provide some collective input to help you with whatever you're researching. بسیار خوب حالا ببینیم در انتها چه داریم آن چیزی که به دست میاد یک فایل صوتیه که همزمان گوینده اصلی داره بیان میکنه پشت سر شما مثل سایه دارید اون رو دنبال میکنید و آن چیزی که متوجه میشید رو بیان میکنید در انتها اون فایل صوتی که ضبط کردید از بیان خودتون و گوینده اصلی رو میایید مقایسه میکنید ببینید شما چه گفته اید گوینده اصلی در درس اصلی چی میگه و این مقایسه باعث خواهد شد که شما به اشتباهاتتون پی ببرید و بتونید اونها رو رفت بکنید و همین قضاوت خودتون و رفع اشتباهاتتون باعث میشه که چقدر رشد عالی در سپیکینگتون و همچنین لیسنینگتون داشته باشید پس فراموش نکنید عمیق کار کنید یعنی روی یک درس هزار بار تمرین انجام بدید کاملا بهش که مسلط شدید میرید به درس بعدی و درس بعدی رو کار میکنید شما روزی به یاد این تکنیک خواهید افتاد که من با این روش تمرین میکردم چقدر رشد خوبی داشتم این روش همونطور که گفتیم روش طبیعی یادگیری یک زبانه یعنی کاری که یک کودک انجام میده بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان اگر سوالی ابهامی دارید حتما در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که این کلیپ رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و کانال خودتون انگلیسی مثل خوردن رو به دیگران هم معرفی بکنید آرزوی تندرستی برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید داریم